سلام عرض میکنم، شفیع یار هستم. امروز 7 آگوست 2021 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه کوتاه در خدمت شما هستم. قسمی که همیشه من میگم که اگر ما یک روز یک راه حل خوب در افغانستان پیدا کرده باشیم، از طریق مفاهمه میباشه. مفاهمه وقت صورت میگیره که انسان ها تلاش کنند برای حل یک مشکل خود صادقانه، هوشیارانه، مستند، مستدل در کنار هم دوستانه بشینن، گپ بزنن، گپ خود پت نکنن. در افغانستان مردم انوزی را یاد نداره، کلگی کلگی را برادر میگه، اما در پشت کلگی یک کارد تیز کدگی است. و خاطر که فکر میکنیم که نه خوب یادر میگیم، مگم نه خطرناکه، بنان ما نمیتونیم که یک راه حل منصفانه برای وطن خود پیدا کنیم، چون صادقانه ما کل ما در کنار همدیگه ما در صدد پیدا کردن یک راه حل نیستیم. و دیگه ای که هوشیاری سیاسی در افغانستان مرده، به تاریخ خود هیچ گونه ارزش قائل نیستیم، هیچ گونه تاریخ هرگز به یاد خود نمیسپاریم، از تاریخ درس نمیگیریم. و دیگه ای که ما برای امون روز برای امون لحظه زندگی میکنیم، فردای خود کمتر مد نظر میگیریم. به همین خاطر است که ما در امین مشکلات و در امین مضیقه هستیم. رهبرای ما اونمون رهبرای سابق است، اصلا نو نشده. 40 سال از جنگ افغانستان تیر شد، باز اونمون عین رهبر است. اونمون یک دو سه تاش که مرده یا کشته شده، خلاص دیگه کلش اونمون است. کل وقت ما پشتکی میدهیم، پشت اونمون میدهیم. جنگ ما سر کیست؟ جنگ ما سر اونمون است. با مملکت خود و منافع مملکت خود بسیار کم ارزش قائل هستیم. جنگ لسانی قومی منطقوی نژادی جور میکنیم، اما در عین زمان ما و شما ادعا داریم که با بیرق خود احترام داریم، با خاک خود، با مردم خود و بسیار با غرور هستیم. اگر امیال اما یک میلیون تیاره را در افغانستان استاد کنن، یک میلیون خود زیاد است، اما 100,000 تیاره را استاد کنن و بگن به که شما را ما ببریم در اسرائیل، امو اسرائیلی که کلگی ما یهود دو زده میریم، امی مردم چورکان شده در رو میشن در تیاره میگه ما را ببر. یعنی کدام ارزش به خاک و به وطن خود نداریم. یکی آده تا دمیه آلت دینمی شرایط خرابم در صدد چور انداختن مردم هستن، پیسه مردم گرفتن و سوء استفاده ازشان. از امی خاطر است که افغانستان در امی سیاچا افتیده میره و هیچ نمیتونیم بیرون بکشیم. حالا شما سعی کنین امرالله صالح در روی سرک مبره مظاهره میکنه بر علیه طالبا، معاون رئیس جمهور افغانستان مظاهره میکنه بر علیه طالبا، دیگر روز اشرف غنی هم میبره. اشرف غنی مثل یک گشتکه که 5-6 ساله علالایه میکنه سر طالبا. دیدین زور الله اکبره؟ دیدین؟ و یادتان باشه که جنگ ما با شعار الله اکبر نمیبریم نمیبازیم، یعنی با این برده نمیتونیم. مردم افغانستان میال ما یک برنامه که کوتاه پخش کردم، شما اگر سعی کنین این میاله در طالبا از قصر دوستم، از قصر دوستم اعلان کردن، یعنی دوستم سعی به یک 4 سال پیش بخلن بود. یک یادتان که برنامه ما را همیشه میبینین حتمی به یادتان است. من یک برنامه کشتم وقتی که دوستم سعی سمت شمال رفت، مردم ها چک چک ها میکدن و دوستم سعی به قهرمان سعی دوستم صاحب مردم خل سلام میکرد، میگفت غنی گفته پا غنی پیسه میداد که سلام مردم جنگ کو که سل شوه. طالب ایسو سلا گرفته میرفت یا رفته بودن سمت شمال از اصله بیارین، ای نباشه اصله ایتانه میخریم، نباشه اصله ایتانه. همون وقت محمدم امیر انتقاد کردم، گفتم او جنرال صاحب مردم خل سلام نکو، به خدا که خود خل سلام میکنی. یک قمی طرفدارای دوستم سای مرده او وقت دو زدن که تو چی را میفهمی؟ این امروز از قصر جنرال دوستم، اینی طالب از قصر جنرال دوستم
اعلان کرد و باز یک طالب دیگر هم ماندن که چند وقت پیش میگفت که خدا و روسیه اگه مازم و قصر در جنرال دوستم تا نگیرم. یعنی این یک ضربه بسیار کلان با مردم افغانستان برای چی بود؟ به خاطر از اینکه ما و شما تا قبول کرده بودیم که می دوستم صاحب عاقبت اندیش هست، حتمی حتمی سنجیده. نگو که امو جایی را که اول خود کرده منطقه دوستم صاحب بود، ولسوالی پشت ولسوالی و چیز دیگه را که مردم هیچ مد نظر نگرفتن نمیگیرن، حکومت کثیف افغانستان مد نظر نمیگیره. طالبا شیرخان بندر یا قزل قلعه را که بندر ما با تاجکستان مهمترین بندر ما، یکونی ماست که در تصرف خود دارن. دو بندر مهمترین هرات در این روزا تصرف کردن که مد این برنامه که کوچک خود برای شما ماندم و در عین زمان بندر جلال آباد در دست شانه، بندر پکتیا در دست شانه، اسپین بولدک بیازو در دست شانه، تقریبا تمام بنادر افغانستان گرفتن و مواد نمیمانند که داخل افغانستان شد. این حال این مردم افغانستان خوب برای خود هیچ کار نکردن. بی سال زراعت از بین رفت، تجارت از بین رفت. افغانستان یک کشور مصرفی شده بود. امریکا پیسه میداد برای عسکر، عسکر خون خودم افروخت، فامیلاشان با مو زندگی میکرد، بازار با مو پیسه میچرخید. این آله اون وقتا که ما میگفتم بیایی که می گواهی کابل پا کنیم، امیره در مزاره برسانیم، این مردم کشت زراعت کنن که از کچکول گدایی خلاص شن. او گفروش گفروش، اگر که اینمی کار ما کده میبودیم آل طالبان ما را محاصره مواد غذایی نمیکرد. و اینما امی برنامه که 500 چند خود دو دقیقه پیش ماندم، ما همی دو دقیقه پیش بیاد پنج دقیقه پیش ماندم، شما ایره میتونین ببینین که طالبا افغانستان در حال محاصره مواد غذایی و اقتصادی است. غنی و امرالله اصلا خبر ندارن، اصلا یا متوجه نیستن که چقدر مهمه. یک ماباد شما شاهد یک محاصره مواد غذایی در افغانستان میباشین، یک محاصره مواد غذایی بسیار خراب در افغانستان. یعنی شاید امیدوار هستم که یا موفق نشن به این کار، یا موفق نشن به این کار. اما با این نمی امی امرالله و این غنی که علالایی سر طالبا داره، دیدین علا اکبر چی که دیدین علا اکبر، باور کنین که بسیار روزای بعد در سر ما و شما می خیزش های مردم مردمی افغانستان قابل پشتیبانیست، باید پشتیبانی کنیم و خوش باشیم. اما این خیزش ها مثل که پیش از مریضی خود یکونی ما پیش گفتم، همه چیز داره، دست داره، پایب داره، چشم داره، شش و جگر داره، عقل نداره، احساساتیست. یک ماباد دو ماباد این فروکش میکنه. جنگ کی میبره؟ اونو کسایی که تفنگ داره، تمرینات نظامی کرده و دکلش است که ما میزنیم، ما میکشیم. قصر ولی کرزای در قندهار مثل قصر دوستم صاحب گرفتن، ما دیدم او رام. یعنی طالبا تقریبا 388 ولسوالی در افغانستان، مردم توجه نمیکنه وقتی که میگن 200 یا 250 ولسوالی در دست طالبا افتیده. مردم خیالشان که خوی 1 میلیون ولسوالی داریم، بلا در پس 250 یا 200ش نیم مملکت است. این حال وقتی که تو محاصره اقتصادی کردی مملکت، بندرگاه را گرفتی، مواد غذایی، مواد سوختی نمیرسه. وقتی که نرسید مردم از گشنگی میمرن و خودشان میخیزن امرالله صالح و ای دیگه شای غول دیگه شای کرزای هم میکنن، مگر یه غنی را اینا را خودشان میکشن. وقت طالبا موفقانه داخل افغانستان میشه. بندرگاه های مملکت ما در حالی که ما مواد غذایی تولید نمیکنیم، کلش از بیرون میایه، و در حالی که ما چی نداریم، چراغ نداریم، برق نداریم، درخت به قدر کافی نداریم و مواد سوختی ما از بیرون می، ما دیگه تیل بره حتی موترهای خود نمیداشته باشیم. حتی ارتش افغانستان میتونه یک مواد دیگه تیل نداشته باشه. چرا؟ اکثر از این یا از سمت شمال می یا از طریق ایران می، دیگه موترهای عسکری حتی تیاری ما هم دیگه تیل نمیداشته باشه. این بسیار مهم است. آیا اشرف غنی برش مهم است؟ نه. اشرف غنی به نظر من
اشرف غنی یک دلخک است که برای طالبا کار میکنه، برای اونم منابع کار میکنه که طالبا کار میکنه. اشرف غنی به شکل تدریجی دستگاه های حکومتی ما را با پلیس و ارتش و استخبارات ما را مشکنانه برای پاکستان تسلیم میکنه، اما ما در عین زمان غلواره برای شکچک در آیستیم. نه والا غنی آمد به دامن مردم، نه نه والا غنی تو کرد، نه والا غنی است. نه غنی متوجه شد، غنی متوجه بود، ما متوجه نیستیم، ما متوجه نبودیم. به همین خاطر است که بازنده از این جنگ کی می باشه؟ مردم افغانستان. امرالله صالح، شما فکر میکنید که یک سال بعد من خود در محضر عام اعدام میکنم، میگم من غول بودم، من پس رزیل بودم؟ اون او روز در نماز عید ماند، اترک های ترسیده بود و دیگر قرار نیوار استاد. این لوده نمی فهمید که این ساختگی بود نماز عید در اوجه که سر و صدا شد، فقط که در ایزار بند از این پتاقی بسته کده بودن. اینال اینی رهبرهایی که در ایجه هست یا رهبرهای غوله، مردم ما به تجربه و غافلگیر از دخو بودن که یک دفعه سیل آمده طوفان بیدار شدن. 20 سال اینا روسی های 2000 نفری میکدن، 20 سال موترهای لکس وار می شدن. بچه ها را در تلویزیون ها می دیدم، پیرانک های آبی و نکتایگک های گلابی و دخترک ها بی دامنک ها و چیزا کلگی در چیزای آریاناسایی در رقص بودن. همیالیم تلویزیون ها را بینه در رقص هستن، ما چون که برای کی می رقصن؟ اما اون مردم، ما در یک شرایط به نهایت ناگوار قرار داریم. اگر که طالبان موفق شود ای ارتش ما نتانه که بندرگاه های ما را ایلا بکنه، یک ماه دیگه ما در یک محاصره بسیار خطرناک مواد غذایی، مواد سوختی قرار میگیریم. اما ایجا ما شاید مظاهره کرده باشیم در افغانستان، اما وقتی که محاصره مواد غذایی اقتصادی شد، باز ما در وضع ناگوار، بسیار ناگوارتر قرار میگیریم. ولی شما سعی کنین، آیا غنی متوجه است؟ امرالله متوجه است؟ حکومت متوجه است؟ یک کنیم ما بندر قزلقلعه یا شیرخان بندر در تصرف طالب هست، هیچ گونه آمده شد در این بندرگاه وجود نداره. دو بندر هرات، قندهار بیازو در دست شانه، لالباد در دست شانه، پکتیا در دست شانه، یک دو بندر دیگه هم که بوده که از اوجه شاید نتانه مواد غذایی بیایه و قدر که کفایت کنه. ولی دو بندر مهمترین امی دو بندر هرات بود که در دست طالب هست. ما آیا متوجه ازی هستیم؟ نه، ما متوجه نیستیم. حکومت متوجه است؟ نه، حکومت متوجه نیست. یک مواد حکومت برای موترهای خود ارتش افغانستان هم تیل نمی داشته باشه، باید اکمالات از طریق هوا صورت بگیره. و ای افغانستان چقدر تیاره داره که اکمالات صورت بگیره؟ به هیچ وجه. این دسیسه پیهم باز شده میره و مردم افغانستان متوجه میشن که آخ چی اگفتیده نکردیم، چی با یک روی خورده نکردیم. دوست عزیزم، بازی نخورین بر غنی، بازی نخورین به امرالا. این کسافت ها ما و شما را دست بسته در طالب دادن، حالی هم میخواین که قهرمان هم باشن. او غنی فامید، غنی فامید. به هر حال دوست عزیزم، لین باز است بر شما، شما میتونین زنگ بزنین. من نمیفهم که برنامه ما دو ساعت میتونم پیش ببرم یا نه. اگر دو ساعت نتونستم کمتر بود، کمتر میباشه. دوست ما میگه مارشال دوستم را هم کرزای فریب دادم، غنی راست هم میگه. شما دوستای زم چی سخوا دوست زم شما روی خط هستین، بفرماین. جناب آقای حیات، سلام علیکم. سلام دوست زم، خوب هستین؟ بفرماین. خوشحال هستم دوست عزیزم، بفرمایید. بله باشه. آقای ایر، میخواستم بگم که تمام منطقی برنامه افغانستان پلان ریزه شده از قبل. کاملا. از وقتی که آقای کرزی آمده به افغانستان، تمام وقت گفته که طالبا برادر مونن. و بعد از او هم به ترتیب آقای اشرف غنی. بله. متاسفانه این موضوع ادامه داره. و الان اینه که باید تمام رهبرهای جهادی، قماندانان جهادی، هم اینا
کشته شد. بله. برای ماسین اینا تمام جاها رو محاصره میکنن، تمام شهرها رو، مثلا تهران. حالا که به هرات ترکیه شده که دو نفر میخواهن اسماعیل خان رو ترور کنن. بله. و به احتمال زیادی دو نفر از طرف خود دولت قبلا توسط متاسفانه همون حلقی مافیا یا همون حلقی فاشیسته از کابل آمدن اسماعیل خان هم امکان داره که ترور کنن. بله. و چهار دوار ایرات گریفتن و از بسیار نامناسبه متاسفانه و از بسیار خرابه. جنگ ادامه داره، کمک نمیرسه به مردم و روز به روز مشکلات بیشتر میشه. کاملا خواستم این موضوع برتان بگم. کاملا کاملا ایره ما 8 سال است، 8 سال است که ما برای شما میگم. همیشه برنامه ما یک برنامه نبوده که مردم بسیار خوش کنه، به خاطر از اینکه ما اون نقاط منفی از ایره ما تشریح میکنم که برای ما مهمه، مردم اون رو نمیفهمد. دو سال بعد میفهمند، 3 سال بعد ولی نمیفهمیده بود. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. آقای یار سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. شکر. آقای یار یک سیکار هفته پیش خودتان مریض شدین و خوبش پر خیر آمدین پسر کار خوبش که بخیر سلامت شد. سلامت باشین. ترسا جاسوستا آمده بود البته که جنرال های آیس های امای سکس امای فنس آمدن در هر پیش هم فاشیست یا نه هم نگویمید مرد آمد بعد از امو شروع شد بدون چانس بدون ایک چیزی و این معلوم میشه که کدام کار اینا که پشت پرده کردن آقای ایان. بله مالدار یهش ده یهش با خاطر از این که بله که دمال ایران در خطر از نیست بلخان میگه مهمان روی کنه نکنن کاملا آنه که بلخان سکوت کرد. بله کاملا دیگه آنجا چیزی که ببینی که تر جای سکوت کردن میرد و هیچ سر هیچ چیزی ننگی کنید از من خود امروی زشانیه کیسر کاملا. اونم او روز همین نماز ایده که دیده باشه در میه ارگ که امرالله ساله یقت قیل پرید در اونمو کسای کنین باور کنین که اونمو ساختگی بود، اما امرالله متوجه نشد، مردم هم متوجه نمیشن. بله بله یکی ساختگی بود آقا ایوار. بله من شما را به خدا هم مسپارم، دیگه دوستا را میگیرم. روی خط هستین دوست عزیزم؟ روی خط هستین؟ بله آقا بفرمایید. ما گفتم که همون چیز واضحی که ساختگی بود، اما مرتا این چیزی که به جنرال امایسیکس آیسای آمد بعد از امون شروع شد بلوپولیا، چرا که انگلیس گفته بود که ما سمت جنوب از ما هستک اما سمت شمال ما تو ما کاملا کاملا. ما شما را به خدا هم مسپارم دوست عزیزم. اطور است که ما یک دو سه سال پیش هم نه 7 سال پیش وقتی که غنی آمد برای لابیگری خود، ما گفتم که باشین صدا را پخش میکنم، ما گفتم که این خط دیورند خلاص شده، خط دیورند بردن در سر دریای آمو، این در او وقت ما گفتم که مملکت گرفته شده، خط دیورند سر دریای آموست. اما افغانای ما احساساتی سن نه هیچ امکان نداره، نه ما وطن ما را کس گرفتن، نه ما سر میتیم. سر دادن ما شما 40 سال است که سر دادیم. حال خیکمه که مردم قدر سر خود توجه میکنن، در وقتهای ما اینمون تا جوقه بر آمدیم، کشته شدیم از هفت سور تا امروز. اما سر دادن راه حل نیست، سر گرفتن راه حل است، هوشیارانه فکر کردن راه حل است. هم یک روز که ما آمدم برنامه داشتم که سرباز چی؟ عسکر سرباز میگی؟ سرگیر نام شبان. سرباز که شد اون لوده وار سر خودم میته و چی میشه؟ خواهیجی اگه آقا ساحل خان میگه لعنت به شفیع یارو طرفدارش خیر است، خدا رو میبینیم که کی را لعنت میکنه. به هر حال روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. السلام علیکم آقای صاحب محترم، آجی نوروز هستم. آجی صاحب سلام علیک، جور بخیر، ساعت شما خوب، بفرمایید. تشکر صاحب. ما در این مسائل سیاسی زیادتر نمیخوایم امروی شما جنوبست کنم، ولی ما
50% با شما موافق و دیگر مخالف هستم. بسیار خوب. برای اینکه خودم یک نظامی بودیم، یعنی در جنگ ها اشتراک کردیم، مشکلات دولت را میفهم. یعنی از دیدگاه من، یعنی آقای غنی بهترین منیجمنت جنگی را با همین معاونین صالح و آقای مهی با دیگران اجرا رفت. خب شما خود گفتین که بحث سیاسی نمیکنین، مگر رفتین به بحث سیاسی؟ نه، من نظر خودم را نه خب فقط نظر من بوده. من که شما بحث نمی کنم، فقط اگه نظر خودم میتونم. یعنی من با مردم خودی را میگم که وقتی از این نیست که امروز ما به جان از جا بچسبیم. ما باید دشمن از بین ببریم با نظر چی که مردم میخواید. یعنی وقتی جر و بحثی از این گفا از دیدگاه من نیست. برای اینکه در دولت هم مردم هایی هست که درباره منیجمنت جنگی فکر میکنن، کل مسائل فکر هم با هزارها جنرال هست رو اساس مردم های اسپیشالیست یا فاویدیش هست کار خود میکنن. و من از این گذشته هم یک سوال کنم شما. آه نه، پیش از یک سوال کنین، شما میفهمین که در افغانستان چند ولسوالی است؟ بله. چند ولسوالی؟ از این چه قشمل دست طالب هست؟ بسیار خوب. یعنی که ما منیجمنت جنگی ما مورد استفاده قرار گرفت در ظرف یک ماه یا یک نیم ماه. ایوان سر ناتو در شو بگام علاقه رفت. نه. دولت برای خلاق قرار داد. دولت ما از ابتدا سلام و مسائل تکنولات مکمل نداشت که در برابر دشمن جنگ کنند. در پشت پرده دیگر پرده بودند. برای جا می دارد بود یا سر نبودند. خب. اینا رو ایلاد داد که مجبور است بنده رو از نسبت کل رو از سیداله. اینا رو من درک می گم. بیدید در اون دو برنامه پیشتر رو معرض کنم برست که ایرمی آقای غنی علی تمام رهبرهایی که مخالف شد که پیش یکی میشه. اینو دیدیم کلش با او یکی شد. مردم هم به اینا میپیوندند. این همین دولت سه ماه دیگه خدا قائم کنه یک طالبی شکست داره نمیتونه و امیال پوز پاکستان رو در خاک مالیده همون هم در انزوا قرار میتونه این مردم. این نظر شما رو ما بسیار عدقل خوش دارم که شوه، اما امیدوار هستم که شوه. ولی به هر حال دیگه دوستان میگیرم شما ای را برتان بگویم که ما همیشه خوشباورانه با قضایا دیدیم، نه ای که آجیز خوشباورانه میبینن. ای را بفهمین که غنی در 9 سال گذشته که آمد تمام پالیسیش طالب ساز بود. طالب تربیه شد، زندان ها به قرارگاه های تربیه طالب تبدیل شد، اینا گرفتن. حال اینا میگن که تمام رهبرها یک جای شده. این رهبرها زیر فشار نوک برچه طالبا با هم یک جای شدن. این رهبرها با هم مشترک ندارن، متاسفانه وجه مشترک ندارن. هر کدامشان برای خود یک زندگی دارن، برای خود یک آب آبرو دارن، در اونم نظر هستن. اما اینا کدام وجه مشترک در آزادی مملکت ندارن. از این خاطر آسان بود برای دمی 20 سال اگه سعی کنیم کدام از این خریده نشد، کدامش فروخته نشد. و همین خاطر است که اینمی رهبرا با اینمی حالتی که هستن راه نجات مملکت ما نیستن. این مملکت، این ملت باید اولادای نو یا مادر ای وطن رهبرای نو باید بزایه. در این شرایط جنگ اینا کلان شده باشن، درک کرده باشن، واقعا برای مملکت کار کنن که شو... ما رهبرای نو کار داریم. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکات محترم شفیع عیار. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. بر خدا بر با فامیل محترم جور و سرمند باشین. ما بشت خیلی خجالت هستیم، در امریکا نبودیم، جای دیگر هسته بودیم. مهم نیست، بفرمایید. محترم شفیع عیار، دوام میکنیم، رحمت خداوند نصیبت باد. سلامت باشم. الله برکت، برک الله فی. سلامت باشم. ایوان طول العمر. سلامت باشم. الله حبتر، امشالله که همیشه با این دعا کاملا صحتمند شوی. جور باشم. دوام میکنیم برادر محترم، دعای مردم افغانستان قبول شد. مرده در قلق بدین نشست فوق‌العاده روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان. بله. در این نشست بر علاوه اعضای دائمی و دهها عضو غیر دائمی سازمان ملل متحد اشتراک داشته، اما بعد از جروبت ها و صحبت نماینده فرانسه ژان ژوفر که و همه جهان ناتو، امریکا، چین، روسیه اخطار داد که از آمدن طالب وحشی حیبتی خنزیران
آن آن در حضر باشه. در این نشست به اتفاق آرا شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله های زیل را صادر کرد. یک، علی منافع اقتصادی جرمی و تمویل مالی طالبان وحشی اقدام عملی شود. دو، موقف جدی علی تروریسم دولتی عقد شود. رسانه فرمانده جنایتکار طالبان وحشی شامل لیست سیاه شود. سه، جهان در برابر جنایت جنگی طالبان سکوت نکند. چهار، تحذیرات جدی علی رهبران طالب وحشی در قطر وضع شود. پنج، دفتر قطر نباید به سوق اداره جنگ بدل شود. شش، لانه های اصلی تروریستان نباید در برخی کشورها معافیت داشته باشد. جنایت جنگی طالبان مورد تقدیمی قرار بگیرد. هشت، رفتار طالبان وحشی علی زنان، رسانه ها آزادی بیان و غلط ها مورد توجه قرار ده. خوب این فیصله ها به طور نسبی بد گفتنی نمیشد. به هر صورت سوال اینجا از شما محترم شفیع ایاز، اگر این فیصله ها جنبه عملی به پیوست به نفع مردم افغانستان است، پس چرا رژیم متجاوز آیسای پاکستان به خاطر مداخلات پیش از حد در مورد افغانستان و کشورهای منطقه تحریم جهانی نمیشد؟ امین الله توفیق روز خوش. تشکر. ما شما باید به جهان بسیار امید نداشته باشیم. از فرانسه گرفته تا انگلیس تا امریکا، زیادتر از 50 مملکت دنیا 20 سال در افغانستان بودن. نتیجه چی بود؟ اگر که نتیجه شمی بود که این امروز میبینیم، آلا از او بیرون که صدا کنن از او چی به نفع ما میشه؟ هیچ چیز نمیشه، هیچ. اصلا دوست عزیز ما آقای فریاد میگه که رای حل چیز؟ رای حل کوتاه وجود نداره. اگر شما میگین که او اینی کار میکنیم ما جنگ میبریم، نه، ما 100 سال 120 سال خو بودیم، ده سایس زیاد این مملکت صورت گرفت. حال باید از یک زیر، از یک پایین، از یک زیر بنا شروع کنیم. این جنگ احتمال داره 20 سال 40 سال دیگه بگیره، اما کدام رای حل کوتاه وجود نداره. اگر شما فکر میکنین که ما ملل متحد پس میایه ما را نجات میده، ملل متحد افغانستان نبود، این امیال بود، نه امیال هم است. ملل متحد رای حل نیست که جهان جنایت چیر تقبیه کنه، یه بله جنایت طالب تقبیه کنه بله، اما جنایت تقبیه جنایت طالب برای ما کدام کمک نمیکنه. امریکا بود، از خود یک سوال کنین، 20 سال پیش که امریکا آمد، در 3 هفته که زدن طالبا کلش گریخ گم شد از افغانستان. 3 سال دیگه طالب نبود، اما کرزی میگفت طالبا برادرای ما هستن، یا برادرای ما هست، ما با طالبا یکیستیم، طالبا باید به طالبا را یا ساختن. حکومت غنی، حکومت کرزی در اول طالب ساز بود، حکومت غنی کاملا طالب ساز بود. اینا طالبا با وجود آوردن. کرزی مادر طالباست، طالبا را کرزی تولد داد در افغانستان. بعد از او امی دایش بود، امی غنی دایی طالبا بود، مگر دایی مهربانتر از مادر بود، تمام چیزها را به طالب داد، طالب آورد. یا تنها طالبا را از زندان خلاص نکردن، بلکه مردم بیچاره را بندی کردن که یک به طالب رابطه نداشت. در زندان ترینینگ دادن، تمرین دادنشان که طالب شود. بعد از او که طالب شد، اوجا قراردادهای ساختگی کردن که طالبا را اعلام میکنیم، و مجبور شدن که برن پیش طالب که بله این ما که طالب شد که الایتان کنیم، و کلش طالب شد، مملکت طالب گرفت، مملکت به طالب ملوث کردن. ایناله آمدن که علالای طالب ها دیدن شعار الله اکبر انوز آمینمی. شما غنی را شنیدین که یک دفعه طالب گفته باشه که بندرگاه دو بندر مهم ما در ایراد دست طالب هاست، یه اهمیت عیاتی برای ما داره، ایره نمیمانه مسکر برو ایره خلاص کو. بندر قزلقلا یا شیرخان بندر یکونی مازده دست طالب هاست، رفتن که اینا خلاص کنن. نه، شما را در معاصره اقتصادی قرار میده طالب ها، غنی میبینه شما را چی میگه؟ الله اکبر بگوین، الله اکبر. اگه الله اکبر رای علمی بود، 40 سال ما شما بسیار الله اکبر گفتیم. غنی ما شما را بازی میته، امرالله بازی میته، او لوده برآمده، امرالله در سرکا که ما مظاهره میکنیم. ای خود ازی
که معاون رئیس جمهور میبره در سرک مظاهره میکنه بر علی طالب، این بر طالبا بسیار پرستیج میده. برعکس باید اونا مظاهره کنه که حکومت را به رسمیت بشناسن، اما ما هیچ اصلا حکومت وجود نداره، یا رفته مظاهره میکنه بر علی طالبا و توقع دارن که ما و شما بگیم سایکو اونم معاون برآمد در صف مردم. نه، تفنگ بگی امرالا جان برو در جبه جنگ کو، بچه ترایی کو، بیادر ترایی کو، ایناله تو آمدی مردم بیچاره را بازی میتی و یک مابات که معاصره اقتصادی کار داد بازنو وقت میفهمی که ولا کار بسیار خراب شد. او وقت ما شما چی؟ از خواب بیدار میشه میکارا سر ما شما بسیار زیاد شده. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام دوست عزیزم، فضل خدا بفرمایید دوست عزیزم. ما فقط در اصل میخوام بگم که شما و سر امیک از غنی سر اصلی زیاد خود میگرین که از تقریم سرسط از حکومت هستین. او گفتای تو نکسی که میگین شده و در گذشته چی در حال بجای است، لیکن در شرایط فعلی ما باید همه گیت اونایی که در اینجا هستیم در نقطه در دکاوه تماس بگیم در تمام کشورهای خارجی و در افغانستان باید کل ما متفقن با همدیگر همبسته و با جمهوریت با مردم خود با ملت دولت خود در صدا شدیم. امروز اگر کسایی که شعار الله و اکبر صدا میکنن اینا کنم چیز دیگه نیستی فقط مشروعیت برای جمهور در اتحاد اتفاق و مردم افغانستان است که علی ظلم استرداد استرداد وحشت و دهشت تریستای طالب کرد علی اونا یک سلاح از اونها را مشروعیت از اونها را به سوال بریانه برشانه یک ما هم مسلمان و حق ما هستیم شما کفر کفر هستیم که در بود اینجا قرار سال های سال در مردم مسکین بیچاره و بیوه یتیم ظلم ظلم ستم کده میره. شما خودتان متوجه بودین تا به حال که بندرگاه های مملکت گرفته شده و ما نه خیره ما میفهمم بفرمایید. شما درست هست میگین که اگر وقت بندرگاه را میگیره این که دیگر شما به قابل از بسیار بجای هست و خودم در مدت کار کردیم با امریکا با دولت افغانستان این چیزایی که ما شما میبینیم از دور که مثلا در وقت یک بندرگاه را طالب میگیره یا هر کسی دیگر میگیره میره میفهمیم که دولت میفهمه پرامیست که مهم از باید یعنی تال شنیدین تال نه تا نه تال شما شنیدین از کدام جای از یک نفر کارمند کلان حکومت یا تلویزیون های افغانستان که ما در حال معاصره اقتصادی و غذاییستیم؟ نه خیلی اینال تکنه وقتی که اینجا تنها اقدر هم ساده نیم که دو دانه ساله بری اداره در دبیف و پشنپور بیاین گرد زده بیاین جنگ کنه جنگ فقط تا دو دانه ساله بر گردالو نیم جنگ اینجا جنگ پاکستان هست جنگ ایران هست خصوصا پاکستان در کشور ما تجاوز کرده به اون قدر سادگی نیست که وقتی که جای بایتا زیر حمله قرار میگیره دولت برو جنگ طبعا که از لحاظ استراتژیک از لحاظ جنگی او و اونا پلانای دارن که میخوان که یک جای بگیرن که مثلا دولت جو هست که متمرکز شد برن این طرف جای دیگه که مثلا تکپذیر میباشه یا ضعیف میشه زیاد دیدن از دولت افغانستان دارن به خود نظرات دارن دیگه به شما به جای باید دولت بکنه ولی ظرفیت همین چیز اگر ما ظرفیت میداشتیم دولت افغانستان این ظرفیت میداشت اصلا همین جرات از طالب نمیکرد خودتبا طالب یک حضرت است که میفهمن که شما صرف و کمی و گاسی دولت در کدام مناطق در کدام جا در کدام احساس از او دارن جاهای ضعیف میگیرن بسیار تشکر تشکر. ما 9 سال پیش که هنوز دولت ظرفیت داشت کمیت داشت کیفیت داشت برامی غنی کسیف گفتم که طالب نساز، برای طالب برادر نگو، با مردم بگو. غنی آمد میگفت که ما باید با طالب صلح کنیم، تا حال ما تاوان جنگ دادیم، خود صلح هم یک قیمت داره، بیاییم که قیمت صلح را بپردازیم. تا زمان کرزی میگفت ما قیمت جنگ پرداختیم. شما سعی کنین، این میگفت که یعنی اینمی پلان ما برنده است. از او بعد ای جز سل با طالب ای چیز نداشت، آوردشان پیسه دادشان در قرارگاه همان آل اینال دیگه او کمیت و ظرفیت نداره. آل ما میگیم خود دولت بیچاره دیگه ظرفیت نداره. نه، ما دولت از امروز مورد بازخواست قرار نمیتیم.
از روزی که کمیت داشت و کیفیت داشت و دادش و طالب آورد در سر شانه خود بالا کرد، از اون روز ما حساب میکنیم. بنان آله میتونه بگه غنی خاله خیمه چی کنیم دیگه، امریکا هم برام بده پیسام نیست. او وقت امریکا بود، پیسه بود، 3000 عسکر امریکا بود، اونو وقت جز طالب برادر ما چیز نگفت. آله چی شده؟ آله که غنی باید زیر پایا شوه. آله غنی می آمده خود رهبر ملی مردم افغانستان میخواه بکشه که ما او مردم نمانه طالبه، طالبا بسیار بده. ما در 9 سال برد گفتیم که طالب بده، طالب نساز، طالب نیار. در انتخابات اول خود ما مصاحبه شکت صدای امریکا چندین بار طالب ماندیم که میگفت ما با پشو میگفت که ما مدارس از پاکستان در افغانستان میاریم، در خود افغانستان مدرسه جور میکنیم که طالبای ما هیچ تا پاکستان زحمت نکشن. اینا کدنم و کاره. اینال یک نفره که دروازه رو واز ماند، وطن داد، طالب آورد، طالب تمام قرارگاه را گرفت، طالب سرداد گرفت. اینال در وقت آخر ما دو رقم میتونیم بگویم که از دست اینمی پست کسی فهمت شدیم، ای را دیگه نمانیم. یا میتونیم بگویم خب نداره دیگه، حالا غنی بیچاره نداره، اون در صف مردم پیوسته. غنی نه بیچاره است، غنی نه یک آدم توانمند است، غنی نه در فکر مردم است. بنابراین ما باید این غنی گنده را در سر شانه بالا نکنیم، بلکه برعکس در فکر ایجاد یک رهبری سالم در وطن باشیم. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. سلام دوست عزیزم، بفرمایید. جوانای بیرا تشکیل شده بودن و طرفداری طالبا کاملا در ویرجینیا یک گروپ بود، 5 نفر بودن، بچه همه ما امرایشان بود. بله. و اینا تبلیغات میکردن و طرفداری طالبا و ضد احمدشاه مسعود. بله. و یکی دو سال که دیگه پیش شد یک روز تلویزیون نبید اینا رو چالان کنن که این گروپ جوانای بیرا در تلویزیون نبید اینا رفتن در استیج درام است و یک نفر بنام آقای حامد نوی نویسنده و شاعر و فامیله خدا میگیرد بیامده زده هم بچه ها مسئول و به طرفداری طالبا درام میدازد و یکی را جوانه بول لوده گمس و بول جمع کرد و آقای تیمورشای حسن هم رایشان شامل بود چندین درام زده هم بچه ها مسئول و به طرفداری طالبا اینا جور کردن. باز آل آمدن که ما زده طالب هستیم و ما چی اینا اشخاص میگیدن که امو هم و طالبا طرفداری میکردن و یک تعداد جوان های بسیار بیرا و از فامیل های خراب ها جمع کرده بودن و ترستیج زده احمد شای مسود تا دیگه پس راستی که طالب ها زاده های دولت امریکا هست. کاملا کاملا ده یه چک نیسته. ما ای گپ ما متوجه بودیم، اگرچه ای دفعه در آمدن طالب ها همی پشتون ها یک کمک کرختر بودن، متوجه شدن، اتو نکدن که چک چک کنن. اما بازم و شکل عمومی هنوز هم یک تعداد هموطن های پشتون ما فکر میکنن که نه طالبان خوز مونده. بله. باشه یک چیز دنم براتون بگه پسان باز من متوجه شدم که میدار دسته که برای طالبان تبلیغات میکردن خدایی و فامیلایشون با وزنهایش فارمندهای دولت امریکا بودن یا در ستیت دپارتمنت بودن یا در صدای امریکا بودن، یعنی معلوم میشه که یک از یک منبع امیدیش. بله کاملا کاملا همین خود تشکر خود صدای امریکا بی بی سی این مینا رو که سعی کنن کلگیشان پلانای طالبان رو تبلیغ کردن میرفتن. ما تعقیب کردیم، تو نیست که ما متهویی میگم. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. دوست عزیزم سلام علیکم. سلام با شما دوست عزیزم، بفرمایید. ببخشید آقا امی که شما دائم امی تبلیغات کردین درباره امی غنی مردار، صدها بار گفتین هر چی که گفتین امروز پیش آمد. چرا این ملت نمیشنوه؟ چرا این ملت نمیفهمه که مثلا دست کی است؟ افغانستان امروز در کجا چی بردن اینا؟ چی کردن افغانستان است؟ بله ها کاملا کاملا دو چیز بسیار مهمه که در اینجا هست که نمیفهمن. همی یکی ای که ما تاریخ خود همیشه زیر پای کردیم، ما از تاریخ هیچ وقت درس نگرفتیم. در واقع این میغنی یک تکرار دیگه در تاریخ ماست که برای 9 سال
ما را به طالب داده، حال با یک چند گپ میانتهی لوده میخواه به قهرمان ملیام تبدیل شد. ما اگر به تاریخ مملکت خود ببینیم تکرار شده دمی 40 سال یک ده دفعه این میکار و مردم ما بسیار تیز کده باور میکنن او غنی نه غنی به دامن مردم پیوست، مردم با مردم یک جای شدن، امرالله صالح در قات مظاهره کننده یا فکر نمیکنن که معاون رئیس جمهور در مقابل طالبان مظاهره داره و یه پرستیج حکومت در زمین میزنه. مردم اینی هوشیاری سیاسی میخواه که را بفهمی، اما هوشیاری سیاسی در مملکت نیست، مرده. حداقل 20 سال آخر مردم چی کردن؟ نمازهای ساختگی، مسجدهای ساختگی، آرسی های 2000 نفری، پلو و چلو بچه خودم دادن عسکر شده بر امریکا. این حال که امریکا برامد بچه شایست هایست ماش نداره، در خانهشان پیسه نیست، زراعت هم نکدن، مردم خودم پیش نبردن، بناهن ما چی میشیم؟ گدایگرهای روی کوچه، هر کس که یک لقمه نان بده ما به مو کار میکنیم. اگه طالب اونا نداد به طالب میریم، اگه ایران داد به ایران، هر کس که اونا نداده. یه گپ شما درسته، مردم باید بفهمن. کابل یعنی یک معاصره مواد غذایی و مواد سوختی احتمالی است که طالبان در سر از این از دو ماه به این طرف کار میکنن، بندرگاه ها را بسته کردن، نمیمانن که مواد غذایی و مواد سوختی داخل افغانستان شد. از جمله دو بندرگاهی که در ایراد سقوط کرد، این دو بندرگاه دو بندر مهمترین است که روزانه صدها تارک چی ترک مواد غذایی و مواد سوختی داخل افغانستان میشه. پیش از این طالبان دو بار 200-300 ترک سوختاندن که اگر ایره از بین ببرن، بالاخره حمله کردن گرفتنش. اینال مردم هنوز متوجه نیست که یک ماباد چی میایه. اگر اونو بلا بیایه و مردم نزی جلوگیری نتانه، شما ایره بفهمین که مردم به خاطر شکم خالی خود و پیش طالبات دویده دویده خودشان میرن. حاجت نیست که طالبات افغانستان بگیرن، خود مردم از گشنگی میره که او بیادر ما میمریم، بیا همین مملکت از تو همقه بان که یک لقمه نان داشته باشیم. ایره آیا مردم امروز میفهمن؟ نه. آیا غنی تا حال یک ذره در سر ازی گپ زده؟ آیا غنی سر ازی کار کرده؟ بندر قزلقلعه یا شیرخان بندر 1.5 ماه، من هنوز مریض نشده بودم که سقوط کرد. حالا 1.5 ماه متن مریض بودم، هنوز هم مدیر رو زیدم که در دست طالب هاست. اصلا یک ترکیسو نمیه و یک ترکیسو ایچی مانا محاصره. ما محاصره مواد غذایی و اقتصادی شدیم، برخام در افغانستان نیست. بنان وقتی که یک مردم در محاصره مواد غذایی قرار دادی، او از تفنگ کده قوی تره، مردم تسلیم میشه. اما این مردم میفهمه حکومت امرالله غنی گنده اینا نه. این سال هم وطنم پیشتر میگفت که گپای درسته، اما این زمان است که ما یک جای شویم. ما با کی ما یک جای شویم بسیار گپ خوبه، ما کل ما خیستیم بسیار یک گپ خوبه، مگر ما باید رهبری پیدا کنیم، جهت سالم بتیم. اگر در زیر چتر غنی لوده و امرالله ماندیم، ما اونمود که ما را در 9 سال به طالب داد، باز به طالب میده با یک معاصره اقتصادی که غنی ما شما را قرار میده در اون معاصره. اما چیز گفتنی دیگه دارین یا؟ آقای من منظور رو سر ازی بود که مثلا هزارها بار صدها بار مردم بر زدن چیز زدن، یعنی هیچ کس یعنی یک قدر وزیر رو نمیخوام یک مادشیر مادر حلال خور پیدا نمیشه که دایی بگه یعنی که تو چی کردی افغانستان در افغانستان در کجا کجاندی کت از چیز زدن های کت از گفای بیمانه و چیزایی که خودت میگی خودت میخندی در دست کی استار افغانستان امروز؟ افغانستان 40 سال 50 سال دیگه ضرورت است که در خود بیایم. بسیار زیاد، بسیار زیاد. اینقدر میمونه مگر سعی کنین. آیا برای مردم افغانستان مردن مردم مهم است؟ اصلا
شما سعی کنید اونجا در روزی فراجان رفته بود یا از اینجا میخوان تلویزیون طلوع پخش میکرد که خوشی و دید و وادیدت مبارک، آریانا آمده یک کالا فروشی مفشن واز کرده، کالای مقبول بپوشین، مردم ها در ساتری، تلویزیون ها در ساتری، برنامه های ایدی، هیچ کس در فکر از این نیست که ما سقوط کرده میریم. ایسو مثل عزیز که ایسو دستت قطع میشه، ایجت قطع میشه، پایت قطع میشه، از ایسو قطع دست راست رخص داری و چک چک داری. در اینه یک حالت متاسفانه افغانستانه، اصلا ایج نمیفهمی افغانستان مردم جان از جان جدا شده، هیچ کس قطع هیچ کس جان مشترک نداره. در اید سوزنده اید سیچ خبر نمیشه، اید سقط اکو اید ساخ نمیگه، ای کلا درد نمیکنه. از این خاطر یک حالت ویخی خاص در افغانستانه. به هر حال شما را به خداوند میسپارم. امی شعر زیبا را نشر کرده بودین آقای حبیب، خون ما را ریخ گردون در لباس دوستی، از سلیمه یا سلیمی دوستای آمور دوباره نوشته کنین. اصل بوتیک فروشاتش کم شده، لودا رفته چی ناوردن؟ لنگی و کالای سیان آوردن، رفتن که از ترکیه کالا آوردن که این کالا را بپوشن. فکر کنین که مردم اینه میتن آریانا سعیده که ببینن که در افغانستان چی کارا کرد و امروز رفته در اوج کالا فروشی واز کده. خب دوستای از این برنامه را شریک کنین، چیزی که شما میتونیم ایست که این برنامه را شریک کنین. 30, 40, 50, 100,000, 200,000 نفر میبینه، 1,000 شعر میشه. نه حالا من خو اینمی کارم میکنم دیگه، خو ما کار نمیتونم زیادتر از این. امیر شما خو میتونین یک کلک کنین شعر میشه بر رفیقایتان، شما میتونین تبلیغات کنین، شما میتونین که استاد شین، شما میتونین که برای مردم افغانستان عزیز فعالیت کنین که این مردم متوجه شون، نمونن که مردم زیر گفهای خوشباورانه غنی و امرالا آینده شان سیاه و تاریک شوه. شما بفهمین که مملکت ما در یک حال، در یک حالت بسیار. آقای ابایی میگه یه وضع طالب پاکستان بگوین، ما برای شما میگم که این کدام تفاوت نمیکنه که طالب بگوین یا پاکستان، اما واقعا طالب خب بدون پاکستان وجود نمیتونه داشته باشه، پاکستان بدون انگلیس نمیتونه وجود داشته باشه، انگلیس بدون کمک ها و قوت بازوی امریکا نمیتونه که باشه. اما ما شما چی داریم؟ هیچ چیز نداریم. صاحب شده از برق حوادث چراغ ما، تا خوشچین خرمن بیدانه، تا خوشچین خرمن بیدانه خودیم. خون ما را ریخ گردون در لباس دوستی، از سلیمی گرگ را صاحب شبان پنداشتیم، از سلیمی گرگ را صاحب شبان پنداشتیم. میگه ما را در لباس دوستی کشتن و در ایج سلیمی ما نفهمیدم که چی مانا میتن، اما مانا چیست که بیاین تو بگیریم که از سادگی ما گرگ صاحب رمه پنداشتیم. خواه اگر چی امی صاحب رمه هم کم از گرگ نیست، صاحب رمه امی رمه را که نگاهداری میکنه برای فروختن و که مفروشه قصاب میگیره میکشش، عین گرگ وام کم از این نیست. اما در اینجا مانایش ایست که همی صاحب رمه یک آدم خوبه، اما ما اینا را گرگ چی گرگ صاحب رمه پنداشیم. اگر همه یک دست نشود یک ماه دیگر افغانستان جزو خاک پاکستان میشه. این را براتون بگم که پاکستان اگر افغانستان بخواهد که جزو خاک شود، به خاطر که در افغانستان سیاکاری های را که پاکستان میکنه برش روی سیاگی جهانی میاره، بنان یا میخواهند که افغانستان مملکت آزاد باشه، ولی سیاکاری های را در وجه انجام بتن که اگر جامعه جهانی انتقاد کرد باز پاکستانی ها میگه خب اما چه غرض وا کردن. بفرمایید دوست از امروی خط هستین. سلام آقای سلام به شما جعفری صاحب، بفرمایید.
هر وقت من برای خاطرهای با بیرون داخل کشور میبینم از طریق خبرها اون جگر خون است. من خودم به حد وزن خرابه. ما سالهای سال داریم نابود میشیم. ای کاش همه از این جگر سیستم رهبری شد. من خود ماظر هستم خودم فدای وطن میکنم. بله. برم تا اونجه با یک مقدار نفر کور یک دید شای من در از دن باید بشه. نگوییم که کی از دایی خوب بایی بد بایی رهبره یا یکی دیگه. اما من در خدمت شما هستم. اگر امکان داره صدا کنید ناظره. بسیار خوبه. اما یک چیز ایره ما باید من نظر بگیریم که ما یک تاریخ 40 ساله جنگ داشتیم. این تاریخ 40 ساله را نمیتونیم که بر انتقام گیری و قتل عام استفاده کنیم و نمیتونیم که او سپردیم. در این میجه یک تعداد نفر آمدن، رهبر آمدن، اشخاص و افراد و یک سلسله کارا کردن که اگر ما او را نادیده بگیریم آینده خود را نادیده گرفتیم. بنابراین ما باید ببینیم کمی کسایی که در سطح رهبری جنگ امروز قرار میگیره آیا اینا ظرفیت و کمیت و توانمندی رهبری امروز دارایانه، آیا امو شایستگی زیر دارایانه. ما خودم واقعا به رهبرهای که تا به حال بوده در این امینا من این توانمندی را نمیبینم. یعنی این نیست که من یه را به احترامی کنم. شما سعی کنید دوستم سعی مهمترین شخصیت بود. امروز طالبا از قصر دوستم اعلان کردن که اینا گفتن ما گرفتیم قصر دوستم. یعنی دوستم صاحب ما فکر میکردم که امی خانش هیچ امکان نداره که طالب بگیره. با سقوط خانه دوستم در دست طالبا یک چیز بسیار مهمی جا باید کلگی ما بفهمیم که رهبرای ما که حتی اینقدر عاقبت اندیش نبودن که امی خانه خودشان طالب نگیره، خانه موتو خیلی دکله شانم نمیگرده. بنان بیایی که در صدد ایجاد رهبری های مردمی باشیم. اینمی خودت اونو نفر دیگه اونو پیشتر یک دوست ما میگفت که خودت سراغ داری که کی رهبر شد. نه، او رهبر را که ما سراغ کنیم نیست. این رهبرها خودشان استاد میشن، خودشان با وجود میهن. رهبر یک کسی نیست که ما بدهیم که بیاد رهبر ما شو. اونمون نفرها استاد میشه، همین کوالیفیکیشن و شایستگی را نشان میده. ما چیزی که هستیم باید این هوشیاری را داشته باشیم که درک کنیم و این توانمندی را که در پشتشان استاد شیم اینی را ما باید داشته باشیم. و جریان جنگ افغانستان این رهبرها را در خود به وجود میاره. اما ما اینی عادت اعلا کنیم که اونو رهبر والا رهبر ما بود، اونو بیای پشت از یاب بدیم، اینمی حالت اعلا کنیم، اجازه بدیم که رهبرهای دیگه به وجود بیاد. اما در عین زمان با خودت مده ای گفت موافق هستم که ما نمیتونیم که حال در فکر ازی باشیم که او رهبره بد بگویم او رهبره او رهبره. اما دو نفرم ما باید بسیار تحت نظر داشته باشیم، غنی و امرالله را، بخصوص غنی را. امرالله یک آدم ساده است، یک آدم نیست که ما شما را بفروشه. اما غنی با این 9 سال 10 سال تجربه که ما از غنی داریم، غنی بارها ما را فروخته، غنی باز میفروشه، باید که نگذاریم که در رهبری ما قرار بگیره. اینی نظر ما است. خوشحال شدم دوست عزیزم. بله روی خط هستین. خب لاین باز از دوست عزیزم. غنی با این بی‌کفایت بودنش و با این تفرقه اندازی، خانم نسین میگه خودش کم ترسیده، خب ببخشین تیر شد. کردار من به گفتار محتاج نیست صاحب، در زخم می نمایم. آقای حبیب تیر شد، در زخم می نمایم. خب آقای فریاد، آقای عیار شعر سیف فرغانی را در کامنت نوشتم، چند بیت از آن با مردم بخونه. دوباره نوشته کنین دوست عزیزم. ایج صفحه است که مثل یک مرغ دوال حرکت است، او را دیر نمیمانه و ما نمیخواییم از صفحه بیرون شم که او را بخوانم. باز کامنت های دیگر را سعی کردن نمیتانم. شما ببخشین، ما مجبور استم کامنت ها را هم در نظر داشته باشم. بفرمایین دوستم. سلام علیکم آقای حسین. سلام دوست عزیزم، بفرمایین. بخیر سلامت باشین. نظرتون میخواستم من شریک شم یک نظر یک کوچک خدا بودم. بله. شرایط فعلی افغانستان، شما پیشتر معرف کردید که مرساس به دوستتون چرا کاری کردن میتونه و دیگر و دیگر هم مشکل اساسی در کجاست؟ آیا جنرال دوستتون توان جنگیدن در مقابل طالب های دست داده؟ آیا برش اجازه داده نمیشه؟ تیم هر، تیم روسوالی هر یا تیم اشتبانی خود حامی اساسی طالب ها در بروند کاملا؟ بله همین طالب ها کی به وجود آورد؟
کاملا هستم. بله یا با شما ما موافق هستم. چی بکنه؟ امریکان با شما میبینیم تا جایی که سال به تفاوت افتار میکنن و پاکستان ما طالب اقبال میکنه میکنه برو بردر هر کاری که دلیم میشه در افغانستان انجام مستید چی خواهد لافید از امی مردم چی خواهد کنن چی بکنن و رهبران اکتیادشون خاموش هستن. بله رهبران سیاسی نظر به حالا در تشکر. رهبرای ما یک جغرافیای اقتصادی برای خود دارن، تمام رهبرای ما از اونمو جغرافیای اقتصادی خود دفاع میکنن. آقای محقق یک جغرافیای اقتصادی برای خود داره که سیاستش دفاع از امی جغرافیای اقتصادی و سیاسی خودش از منعیس یک رهبر. اما تا رهبرای پشتون، رهبرای تاجک، رهبرای ازبک، رهبرای هزاره، حالا شما اگه سعی کنین آقای عطا محمد نور در مزار برای خود یک جغرافیای اقتصادی داره و جغرافیای سیاسی. اگر آقای عطا محمد نور از او از موج بلندتر پرواز بکنه، خطر از این است که اونمو جغرافیا از پیشش بره. آقای اسماعیل خان اینا تا کدام زمان نمیخیزن؟ تا زمانی که طالب دم دروازهشان برسه، وقتی که خیزن وزنو وقت اونو جغرافی های اقتصادیشان صدمه میبینه، اونو وقت باید استاد شون. اونو وقت که مردم استاد مردم هم میگن که استاد شندگه ناله، اونه در اونو وقت استاد میشن به خاطر که جغرافی های اقتصادی خودشان در خطر قرار میگیره. وقتی که جهاد در افغانستان شروع شد در مقابل روس، اگر شما سعی کنین مردم هایی که خیستن برای دفاع از مملکت، یا اتحادشان نه مذهبی بودن نه جهادی بودن نه هیچ چیزا رو میفهمیدن، یا خاص خیسن که نیم وطن باید نجات پیدا کنن. خب متاسفانه پاکستان رفتن، انگلیس آمد، عرب آمد، خریده شد، کل جاسوس شد یک اتحاد زیاد. ولی به هر حال اینمی شرایط فعلی اگر سعی کنین اینجا باید رهبرا به وجود بیاین. 40 سال شد که اونمو رهبرای کنه در اونجا شیشه. مردم ما ساده واره، اونمو رهبراره 100-200 رهبر است. امی هر وقت که میرن اونما را پیدا میکنن، چلب دست شماج میکنن، هر چیزی که میشه طرف هم واسعی میکنن. بخی امی اعتماد به نفس خود از دست دادن. از این خاطر است که رهبرای نو رشد نمیکنه در اون مملکت. به خاطر که رشد کنه هیچ اصلا در اوجه کدام چانس ندارن. در سمت شمال دوستم صاحب است، بعد از او باتور صاحب است، بعد از او بچه دیگه شان، دخترشان، یک آدم دیگه در وجه نمیتانه. اما تو در مزار، اما تو در پنشیر، اما تو در وجه، اینی یک مشکله. بفرمایین دوست عزیزم، روی خط هستین. سلام دوست عزیزم، بفرمایین. خواستیم مطمئن جان شما جوید تک اماوی خطم با شفیه ها صحبت کنم. ما شفیه ها رستم دوست عزیزم، بفرمایین. شفیع ایار هستم دوست عزیزم، بفرمایید. شفیع ایار مستقیم هستم، شفیع ایار صحبت میکنم. شما شفیع ایار هم میتونید سرین؟ خب البته میفهمین دیگه. حالا شما زنگ زدین که با شفیع ایار گپ بزنین، من گفتم شفیع ایار هستم، شما میگین نه هیچ امکان نداره. خب ما چی بگویم دیگه عزیزم؟ شفیع ایار بریم برم پر میدیم آلیم من بخاطر شما لایف هستیم مستقیم کلن مستقیم. آخو من سوال شما را لایف میگیرم، بفرماین. سلام برات، خوب هستین شما جان؟ شما سلامت باشین جان. شما ساعت من شدین ساعت پیدا کردین. مصرف میخواستم بگویم که با جوانای اردی و یه عدل شهر که هستن، یک دسیسه هست بالا اینا مواد سوخت هستن، اینا باید با اصله هایی که دارن اینا باید برن به شهرهای خود
اگر پنشیز باید در پنشیز برن، اگر لخمانیز باید در لخمان برن، اگر قدر اولایت که هستن باید به اولایت هم خود برن. این یک دسته از طرف رهبرهای پست رزیر ماست، از طرف ما رهبر نداریم، ما کنش باید تندان با تنفروشان ما هیچ رهبر نداریم در افغانستان، خیلی هیچ رهبر نیست. هر کسی رهبرهایی که بودن همشون کشته شدن، کسی نمونده، کسی رهبر اینا همشون کسایی مثل گفتش خود شما فروخته شده هستن. من اصف از جوانا و از سربازای و افترانی که واقعا جاسوس دولت غنی نیستن، از اونا خواهش میکنم که برن به شهرهای خود، به شهرهای خود برن، شهرهای خود نگاه کنن. در غیر زیر افغانستان وضعش بسیار خراب است، خودتون میخونم، ما میخونم، کل ما شما میخونم که یک دسته بسیار کلان است از طرف دولت افغانستان و پاکستان و امریکا و تمام کشورهایی که به اصطلاح دهی سهم دارن به حساب فروخته شدن کشور ما به طالبان. متاسفانه همین خودم بگم، بسیار تشکر از شما. تشکر. دو چیز میخواییم بگویم، یکی که ما یک سفر در تاجکستان داشتیم و شما بسیار زیاد در این میخواستین اشرا کنین، یکی خواهی کنی ما کرونا باعث ازی شد که ما ایگه را نتانم پیگیری کنم، ما فکر نمیکنم که ما بتانیم سال تاجکستان بریم. و دوم دیگه یه دلیل دیگه که ایگه را نتانستیم که خودمی کرونا در تاجکستان تعداد مردم اگره کرونا اگره بسیار زیاد شد، حکومت افغانستان چی تاجکستان یک سلسله رستریکشن ها یا قیودات را وضع کرد با آمده شد مردم در تاجکستان. حتی یک دوستای ما که در وقت آخر میخواستن تاجکستان بر سفر برن نتانستن که ویزا بگیرن. ما نمیتانستیم که ویزا برای کل دوستای ما بگیریم. بنان ما بسیار معذرت میخوایم، با وجود که شما بسیار گرمی را استقبال کردین و یک تعداد زیاد ما میفهمیدیم که جمعی آمد، اما احتمال اغلب که در اون دو ماهی که ما گفته بودیم آگست و اینا، من نمیتونم خودم مهمان ویژه حکومت تاجکستان در 30 سالگرد آزادی یا استقلال تاجکستان هستم. امیدوار هستم که من رفته بتانم، اما مربوط به صحتم است که تا ماه سپتامبر بخیلم 10 سپتامبر است که من میتونم اونجا برم یا نه. ولی چیست خانم نسرین شریفی میگه کاش که کرونا غنی میگیره، اما نه، کرونا مرا از دسته که ما بخیل هستم، نمیخوایم که کرونا ما غنی بگیره. یک نقطه که در سر چی بگویم، سر کرونا بگویم، حالا گپ از دور بتیم. کرونا راستی با ما یک نعمت خداوندی بود. این سه برنامه ما اگر یک یادتان خواستین قطع کنین دوباره پرتین به هموطنا، یک چیز بسیار مهم است. ما فکر میکنم یه دهکی دو برنامه ایم گفتم که همین نان که هست، آدم که تولد میشه نان میخوره و نان ضرور است که تو دیگر رشد کرده میری بدنت به حساب خوش و آرام و گرم و نرم نگاه میکنه. اما دهکی سه از زندگی که میرسی، نان آهسته آهسته به خوردن آدم شروع میکنه. اکتاد زیاد آدم ها بخصوص در کشورهایی که غنی هستند، در مثل امریکا و اروپا و اینا، یا مشکل مواد غذایی دارند. در افغانستان مردم مشکل مواد غذایی دارند از کمبود، اما در اروپا و امریکا و جا از دست که نان مردم مشکل مواد غذایی داره، و خاطر که امینان خدا زده وقتی که سن زیاد میشه آهسته آهسته آدم ها میخوره. اینال ما یک عادت از چی داشتم، نان خوردن داشتم. اینه ما منظورم نیست که هر دقیقه بگی نان بخور، نه منظورم اینیست، مگر وقتی که همه تر زندگی به مو یک رقم پیش میره، تو یک عادت ازی داری که چی وقت نان بخوری چی بخوری، مزه زبانت اینایت ایدمو عادت کردی. اینال به مو رقم نان میخوری، استایل نان خوردنت، طریق نان خوردن تمو رقم از ذراله که سن سالت ایجاب میکنه که امی طریق و روش نان خوردن تا باید بسیار تغییر بدی. به امی خاطر بود که من شکر داشتم، چربی خونم کم بالا بود و فشار خونم. اما وقتی که کرونا گرفت، ما یک دو هفته امی دمی شفاخانه که برم نان میاورد، من فکر میکردم که خاک میخورم یا سنگه یا چوبه.
مزه نان از کلیم بیخی رفت و یک دو هفته سه هفته باز یک هفته دیگه خانم که آمدم اشتیا نداشتم، تا وقتی که دوباره جور شدم مزه نان از کلیم رفت، عادت همیشگی نانم تغییر کرد. بعد از او که جور شدم امی قند خونم در کنترلم آمد، فشار خونم در کنترلم آمد و امی مریضی دو سه هفته ای بسیار کمک کرد که وابیخی پایین بشینن، چون که نان نخوریم بدنت یک دفعه سیستم تغییر میکنه. باز بعد از اون ما یک دیوایسک خریدم، ای برای شکر است، یک چیزک داره در ایجت نصب میکنی و هر وقت که بخوایی شکرت هم میتونی یعنی تو یک کلک کنی سعی میکنی. با این ترتیب وقتی که نان هم میخوری، مثلا یک چیز میخوایی بخوری، در فکرت میاد که او آل نباید بخورم، یا میبینی که شکرم کم شد والا یک چیز باید بگیرم. این بسیار یک کمک کلان بود برای من، یعنی با وجودی که یک سه چهار هفته مرا خوب کوبان و یه مریضی خوردم کرد، اما بعد از این برای من متوجه شدم که شاید خداوند همیجا ما را کمک کرده باشه. از این خاطر کرونای مرا نمیخواستم که غنی بگیرم، میخواهم که در معادت های سابق باشه که با مو رقم اگر در یک مریضی از این دنیا بره. ولی به هر حال نه، من منظور من نیست که خدا ناکده این گپ خود پس میگیرم، من منظورم نیست که از دنیا بره در کدام مریضی، اما میخواهم که از امی صدر حکومت غنی گم شود، به خاطر از این که این کسافت یک آدم لوده دیوانه است. روز من میدم که یک کلفکش هم مانده بودن که میگفت هموطنها عزیزم خواهش دارم مرا پیش والله و خدا من نمیفهم بعد از زندگیم کاش که لوده می بودم که نمیفهمیدم هیچ. میگه هموطنها عزیزم از شما خواهش دارم که مرا پیش همکارای بین المللی نشرمانین، پیش همکارای بین المللی. کدام همکارای بین المللی؟ اما امریکا که تور سگوار علاقت کرد، طالبا سلکت چای نیزیا که او روز طالبا را دعوت کرده بود پیش از یک قدرت بیره که بیایی که ما شما خانگر مکانی کنیم، روسا که هر روز به نام سل میبرشان کابلوف که لاف میزنه که طالبا مصالحه سیاسی میکنن. کدام همکار بین المللی؟ قطر که اونا را در خانه خود قالین سرخ انداخته برشان، عربستان که تو رای خیال مولی دیگه نمیکنه، حتی عجام نمیخواید. کدام همکارهای بین المللی؟ در این حالت که مملکت کلش تباه شده، اینی غول آمده که هموطنها عزیزم مرا پیش همه همکارهای بین المللیم نشرمانیم. کل دنیا خبره که نیم مملکت در دست طالبه، قتل عام حکومت لوده، اما ای آمده که چی هسته که مرا پیش همکارهای بین المللیم نشرمانیم. یعنوز هم فکر میکنه که آبرو داره. امو یک کتاب بود با شرف ها، دمی صفحه اولش همی جمله اول بود که به شرف هایی که داد از شرافت میزنن، اینمی یکی از اوناست. دوستای زم یک ساعت و 20 دقیقه من امروز امرای شما بودم، اگر اجازه بتین یک چه کنم، ما هم برای خود یک کمک استراحت بتم که هفته های آینده بتانم در خدمت شما باشم. برنامه را بازم براتون میگم، من دیگه چیز نمیتونم این برنامه ها را شریک کنینم. یک آهنگ چی بود از ناشناس های بخرم شعر از بیدره که میگه پری رویان بگیرید این اطلس گلدوز داغ از من، که بعد مرگم این جنس گران نایاب میگردد. یک پای را که از ما میشنوین که احتیاطان قار احتیاط خوش میشین. اگر من نگویم ای را براتان میگم که بعد مردن ما این جنس گران نایاب میگردد. شما را به خداوند بزرگ به سایه رحمت دست یزدان میشن.